در آخرین جلسه خواهیم آموخت که با اطاعت از کلام خدا جلال او را در دنیا پراکنده کرده و بی ملامت در حضورش سلوک نماییم و این کلید تبدیل شدن به نزدیکترین دوست اوست. متشکرم خداوند، بسیار بسیار متشکرم. جلال بر نام عیسی. هاللویا. آمین آمین آمین. Father, I need ای پدر، به فیض تو محتاجم. فیضت رو میطلبم تا بتونم به درستی اون چرا که تو میخوای تا در این جلسه آخر گفته بشه بازگو کنم. مباحث زیادی هنوز وجود دارن، ولی خداوندا تو دقیقاً آگاهی که کدوم نیازها باید امروز برآورده بشن. ای روح القدس، عیسی رو بر ما مکشوف کن و باشه که ما از جلال به جلال منتقل بشیم. در نام پرقوت عیسی دعا کردم. آمین آمین آمین. باز هم جلال بر نام خدا. آمین 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 آمین. میتونیم بشینیم. در جلسه گذشته در مورد خداوندی عیسی صحبت کردیم. گفتیم که چه اتفاقی میفته وقتی که یک ایماندار کلام رو میشنوه اما اون رو به جا نمیاره. حجابی قلبش رو میپوشونه. اون حجاب فریب نام داره. فریب حقیقتاً چیز ترسناکیه، چون شما با تمام وجود باور دارین که موضع یا رفتارتون صحیحه، ولی واقعیت اینه که شما در اشتباهین. این ترسناکه. کتاب مقدس میگه وقتی شما در ترس خداوند نزد او برمیگردین، از کلام او به لرزه میافتین و با نیت برآوردن خواسته او از فرمانش اطاعت میکنین، نه به خاطر منفعت و سود شخصی، بلکه طبق خواسته او ازش اطاعت میکنین. در این شرایط حجاب از قلبتون برداشته میشه. پس اطاعت از خدا، ما با این جمله جلسه پیش رو تموم کردیم، چشمان شما رو بدون حجاب نگه میداره. آنچنان چشماتون رو بدون حجاب نگاه میداره که شما نمیتونین جلال خدا رو به نحوی نظارگر باشین، گویی که دارین در یه جام یا آینه اون رو میبینین. به محض اینکه اون رو میبینین، به شباهت اون تصویر از جلال به جلال متبدل میشین. پولس رسول در دوم قرنتیان باب 3 میگه که ما به چیزی شباهت پیدا میکنیم که به اون مینگریم. میتونیم بگی آمین؟ عیسی در متی 6 22 23 میگه چشم چراغ بدن است. به بیان دیگه شیوه نگرش و دریافت شما از چیزهاست. اگه چشمت سالم باشد، تمام وجودت روشن خواهد بود. اما اگر چشمت فاسد باشد، یعنی فقدان قدرت دید و دریافت، تمام وجودت را ظلمت فرا خواهد گرفت. پس اگر نوری که در تو ظلمت باشد، چه ظلمت عظیمی خواهد. عیسی میگه اگه بینایی شما خوب باشه، تمام بدنتون پر از نور خواهد بود. شیوه نگرش رو دریافت. پولس به همین دلیل دعا میکنه تا چشمان دلتان روشن شود. عیسی به این اشاره داره که اونها چشم برای دیدن دارن اما نمیبینن و این مانع شفا یافتنشون میشه. او میگه اگه بینایی شما مشکل داره، در نتیجه تمام بدنتون در تاریکیه. شیوه نگرش و دریافت شما از امور درست در تضاد با نگرش خدا. در این شرایط تمام بدنتون رو تاریکی فرا میگیره. اما بعد عیسی جالبترین جمله این متن رو میگه. پس اگر نوری که در تو ظلمت باشد، چه ظلمت عظیمی خواهد بود؟ این جمله خطاب به یک غیر ایماندار گفته نشده. وقتی اون گفت اما اگر چشمت فاسد باشد، تمام وجودت را ظلمت فرا خواهد گرفت، این خطاب به یک غیر ایمانداره. این جمله دیگه ولی خطاب به یک ایمانداره، کسی که کلام رو میدونه. در وجود اون نور هست. عیسی داره میگه اگر قدرت بینایی ما در نتیجه عدم وجود ترس خدا زایل شده یا زیر حجاب قرار گرفته، در عمل این تاریکی از تاریکی چیره شده بر کسانی که هرگز حقیقت رو ندیده یا نشنیدن تاریک‌تره. این گفته پتروس رو به خاطر میارین؟ بهتران می بود که از آغاز راه پارسایی را نمی شناختن تا اینکه پس از شناختن از حکم مقدسی که به دیشان سپرده شد روی برتابند. پتروس اینطور ما را تشویق می کنه که خدا وعده های عظیم و گرانبهای خود را به ما بخشیده، یعنی کلام خدا را، تا از طریق اونها، یعنی وعده های عظیم و گرانبها، شریک طبیعت الهی شوید و از فسادی که در نتیجه امیال نفسانی در دنیا وجود دارد برهید. او توضیح میده که تحقق این وعده به دو شیوه خواهد بود: مشروط و پیشرونده. پتروس داره در مورد وعده های عظیم و گرانبها های خدا که کلام خدا صحبت میکنه، که عیسی اون کلمه زنده است که به ما بخشیده شده تا ما شریک طبیعت الهی بشیم. بعد پتروس ادامه میده و میگه که این واقعیت هم مشروط هم پیشرونده. منظور پتروس هم مشروط و پیشرونده چیه؟ در دوم پتروس 1:19 میگه
که نیکو می کنید اگر در آن اهتمام کنید، مثل چراغی درخشنده در مکان تاریک تا روز بشکافد و ستاره صبح در دلهای شما طلوع کند. پیش شرط چیه؟ شرط لازم اهتمام کردن در کلام خداست، همانطور که یعقوب گفت. پیش روندگی رو چطور می بینیم؟ وقتی ما از کلام به لرزه میفتیم و اطاعت میکنیم، نور جلال او رفته رفته درخشانتر میشه. در ابتدا درخشش اون مثل روشنایی سپید دمه و به تدریج درخشش اون از جلال به جلال افزایش پیدا میکنه تا اینکه مثل خورشید وسط روز با تمام شدتش میتابه. بذارین دوباره این رو بخونم. اگر در آن اهتمام کنید، این شرط لازم بود. مثل چراغی درخشنده در مکان تاریک، ما داریم جلال خدا رو در یه جام تیره نگاه میکنیم تا روز بشکافد. به تدریج نور ضعیفی شروع به تابیدن میکنه. ما از پشت یه شیشه مات اون رو میبینیم. ستاره صبح در دلهای شما طلوع کند. امثال 4:18 بر این واقعیت سهه میذاره. طریق پارسایان همچون طلوع سپید دمان است که تا روشنایی نیمروز نور آن هر دم فوزونی میگیرد. دقت کنید، پیشرونده است. هرچه بیشتر اون رو میبینیم، بیشتر به شباهت صورت اون متبدل میشیم. هرچه بیشتر به شباهت اون متبدل میشیم، همانقدر بیشتر اطاعت میکنیم. هرچه بیشتر اطاعت میکنیم، همانقدر بیشتر اون رو میبینیم. هرچه بیشتر اون رو میبینیم، از جلال به جلال و به جلال میرسیم. به همین دلیله که یک نفر ممکنه در کلیسا بشینه، به یه موزه مس شده گوش کنه و بعد بره بیرون و بگه طرف خیلی بلند صحبت میکرد، خیلی اطلاعات داشت و طولانی هم حرف زد. ولی یه شخص دیگه میره بیرون و اون تماما تبدیل پیدا کرده. همون جلسه، همون واعظ، همون مس، چه چیزی اتفاق افتاد؟ یکی اهتمام ورزید، دیگری نه. با منید؟ در پایان این است ما مثل خورشید تا ابد خواهیم درخشید. عیسی در متی 13:43 میگه، تشویقتون میکنم آدرس آیه رو یادداشت کنید و حتما بخونینش. من دوباره اونو میگم. در پایان این از پارسایان در پادشاهی پدر خود همچون خورشید خواهند درخشید. هر که گوش دارد بشنود. عیسی به ما میگه که در پایان این از ما تا ابد مانند خورشید خواهیم درخشید. چرا؟ چون ما جلال خداوند رو در آینه کلام آشکار شدهش نظاره میکنیم. شروع میکنیم به تبدیل یافتن، تغییر میکنیم از جلال به جلال، به شباهت صورت خداوند. این تعریف فرایندیه که کتاب مقدس اون رو به عمل آوردن نجات میخونه. همه بگن به عمل آوردن نجات. پولس به این کلیسا میگه، قبل از این که این آیات رو بخونم و به گفته پولس به کلیسای فیلیپی اشاره کنم، صرفا فکر کنید چه اتفاقی برای اسرائیل میافتاد اگه اونها با دقت به این کلمات توجه میکردن. فیلیپیان 2:12-13 پولس میگه، پس ای عزیزان، همان گونه که همیشه مطیع بوده ای، نه تنها در حضور من بلکه بسی بیشتر حتی در غیابم، نجات خود را ترسان و لرزان به عمل آورید، زیرا خداست که با عمل نیرومند خود هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خوشنودش میسازد در شما پدید می آورد. من می دونم که این یه نامه از طرف پولس به کلیسای فیلیپیه، ولی شما باید فراموش نکنین که در حقیقت این نامه از جانب خدا به ما، چون کتب مقدس به شکل شخصی تفسیر نمی شن. پولس داره این رو میگه که من میدونم هنگامی که در بینتون بودم شما مطیع بودید. خدا داره این رو به ما میگه که شما زمانی اطاعت میکنین که حضور منو احساس میکنین. اسرائیل به این دلیل اطاعت میکرد که خداوند هر اون چه رو که میخواستن در زمانی که میخواستن برآورده میکرد. زمانی که داشت دریای سرخ رو میشکافت، او رو ستایش میکردن. وقتی شاهد غرق شدن دشمناشون شدن، خدا رو هم گفتن. هنگامی که اونها را مصر بیرون آورد، او رو ستایش کردن. وقتی آبی رو که میخواستن به اونها اعطا کرد، او رو پرستیدن. اما وقتی حضورش به طرز ملموس آشکار نبود و چیزی رو که میخواستن در زمان مورد نظرشون مهیا نمیشد، شروع میکردن به شکایت. پولس میگه حقیقتاً روح القدس داره ما رو خطاب قرار میده. طوری به این آیات گوش بدیم گویی که روح القدس داره با ما شخصا صحبت میکنه. پس ای عزیزان، ای علی عزیز، ای مجید عزیز، ای فراد عزیز، ای مژگان عزیز، همان گونه که همیشه مطیع بوده اید، نه تنها در حضور من بلکه اکنون بسی بیشتر حتی در غیابم، نجات خود را ترسان و لرزان به عمل آورید، زیرا خداست که با عمل نیرومند خود هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خوشنودش می‌سازد در شما پدید می‌آورد. کتاب مقدس دو بعد از حضور خدا را به تصویر می‌کشد که من قبلا در موردش با شما صحبت کردم. یکی حضور مکشوف شده است و دیگری حضور مطلقه.
میخوام یوسف پسر یعقوب رو در نظر بگیریم. همه شما داستان رو میدونیم و نمیخوام وقت زیادی به تعریف کردنش اختصاص بدم. یوسف پسر 11ام یعقوب بود چون اون پسر محبوب پدرش بود. برادراش او رو دوست نداشتن و در این حال کمی پرحرف و خودستا هم بود. پس اون چه اتفاق افتاد این بود که برادراش از سر حسادت، از سر نفرت، یوسف رو به چای انداختن، ردای رنگارنگش رو پاره کردن و به خون قوچی آغشته کردن و به عنوان یه برده اون رو به مصر فروختن. اونها میخواستن اون رو در چاه رها کنن تا بمیره، ولی متوجه شدن که میتونن با فروختنش به عنوان یه برده پولی به دست بیارن. در اون دوران اگه شما رو مثل یه برده میفروختن، این به مثابه کشتن شما بود، چون شما نه تنها تا آخر عمرتون باید یه برده میمونین، بلکه همسر و فرزنداتون هم تا آخر عمر برده باقی میموندن. یوسف رو به مصر میارن. او رو به فوتیفار میفروشن. به مدت 10 سال به عنوان یه برده در خونه فوتیفار خدمت میکنه. میتونین تصورش رو بکنید؟ شما دارین 10 سال در خونه اون نوکری میکنین، میدونین هم که برادرتون دارن سهم و ارثشون رو میخورن. شما وارث یه مرد بسیار ثروتمند بودین. شما باید ارث رو به دست میآوردین. 1/12 تمام دارایی او به شما میرسید و اون مرد بسیار ثروتمندی بود. حالا برادرتون سهم شما رو گرفتن و شما یه برده این. 10 ساله که دارین بردگی و نوکری میکنین. تنها کاری که شما کردین بوده که کلام خدا رو که در خواب به شما داده شده موعظه کردین. اطاعت شما در موعظه اون کلام به برادرتون چه پیامدی براتون داشت؟ شما رو به چاه انداختن و بعد به مدت 10 سال شما رو وادار به بردگی کردن. و چه اتفاقی میفته؟ نقش شومی در حال تحریزی بود. همسر فوتیفار به یوسف علاقمند میشه. شروع میکنه به نزدیک شدن به یوسف، نه یه بار، بلکه هر روز. سرانجام روزی با هم در خونه تنها میمونن. اون دو دستی ردای یوسف رو میگیره و میگه با من بخواب. ترسی که این مرد از خدا داره رو خیلی دوست دارم. 10 سال بردگی، تحقق وعده برتری بر برادران امروز بسیار دور به نظر می رسید. با این حال اون هنوز از خدا می ترسید و میگه پس چگونه مرتکب این شرارت بزرگ بشوم و به خدا گناه ورزم؟ و او از بی‌عفتی گریخ. او در یه سرزمین غریب بود، در میان مردمی بیگانه و خدایان بیگانه. اوریان از خونه فرار میکنه. اون زن تحقیر شده بود، پس فریاد زد تجاوز. حالا همون چیزی که داشت ازش فرار میکرد باعث شد به سیاهچال بیفته. سیاهچالای فرعون مثل زندانهای ما نبود. من یه سیاهچال در خاورمیانه رو از نزدیک دیدم. زندانهای ما در مقایسه با اون سیاهچالها کلوبهای کانتری میوزیکن. معمولا زیر زمینن یا انبار تخلیه شده است. معمولا حدود 1.2 سانتی متر ارتفاع داره. شما حتی نمیتونی در اون بیستین. به زندانی مقداری آب و نان بخور نمیر میدن. به بیان دیگه اونها صرفا به میزانی آب و نان به شما میدن که زنده بمونین، چون به راحتی انسان میتونه اونجا میره. اونا به دست و پاهای او غل و زنجیر بستن تا لحظه ای که کلام خداوند از راه رسید، کلامی که شخصا برای او بود، کلام خدا او را مورد آزمایش قرار داد. یوسف را در سیاهچال میبینیم. اعلام و اطاعت از کلام خدا چه پیامدی برای او داشته؟ در ابتدا او را به چاه انداختن، 10 سال متحمل بردگی شد، بعد او را به سیاهچال انداختن و رهاش کردن تا همونجا بپوسه. با این همه ما حتی یه گزارش از اینکه یوسف لب به شکایت باز کرده پیدا نمی کنیم. حتی یه بار. چند نفر در چنین موقعیتی شروع می کردن به شکایت و جلب توجه کردن که خدایا باورم نمیشه تو چنین کاری با من کردی. تو این خواب رو به من دادی که من بر برادرانم حکومت خواهم کرد. من فقط کلام تو رو اعلام کردم. نتیجه چی شد؟ حاصلش بردگی من شد. من از دست اون زن فرار کردم. چی نصیبم شد؟ به سیاهچال افتادم. هرچه بیشتر از تو اطاعت کردم، زندگیم بدتر و بدتر شد. او شکایت نمیکنه. فرزندان اسرائیل، اجدادش، وقتی آب نداشتن شروع کردن به شکایت. سرانجام بزرگترین آزمون ترس خداوند به سراغ یوسف اومد. میدونی اون چی بود؟ خدا دو زندانی پیش یوسف میاره، یه ساقی و یه نانوا. آزمون ترس خداوند در چه چیزی بود؟ اینکه آیا میتونه به اون نانوا و ساقی بر امانت خدا شهادت بده در حالی که در تمام این 12 سال سر سوزن اثری از امانت خدا را ندیده بود. خدا گفته بود تو یه پیشوا خواهی شد و برادران تو رو خدمت میکنن. اون از چاه به بردگی، بعد به سیاهچال افتاده بود. با این همه او بر امانت و وفاداری خدا شهادت میده. او نه تنها در حضور خدا از او اطاعت کرد، بلکه در غیابش هم. چه اتفاقی میفته یوسف مثل اکثر مسیحیان امروز ما رفتار میکرد؟ به اون زندانیا نگاه میکرد و میگفت ممکنه تنام بذارین؟ دیشب خواب دیدین؟ منم روزی یه خواب دیدم. تنام بذارین.
ممکن بود او در سیاه‌چال در حالی که تلخی وجودش رو فرا گرفته بود میمرد، با اشاره به اینکه خدا بر وعده خود وفادار نمونده چون اون ترس خدا رو نداشت. ترس از خدا به معنای اطاعته. حتی در زمانی که به نظر میرسه اطاعت شما هیچ منفعت و فایده ای نداره، ترس خدا به این معناست که شما اطاعت میکنی، حتی اگه در ظاهر تحقق وعده خدا امری غیر ممکنه، به این معناست که شما فقط به خاطر خدا بودن او از او اطاعت میکنی. ما هرگز گزارشی از شکایت کردن یوسف نمیتونیم پیدا کنیم، حتی یک مورد. اجداد یوسف خیلی متفاوت بودن. اونها زمانی اطاعت میکردن که خواستهاشون برآورده میشد و خدا حضور و قدرتش رو برای کمک به اونها آشکار میکرد. هر موقعی که دل سرد میشدن یا حمایت خدا رو احساس نمیکردن، به سرعت به سمت نااطاعتی کشیده میشدن. سنجش واقعی روحانیت شما در زمانی نیست که در حضور خدا هستید، بلکه زمانی که همه چیز زندگیتون زیر رو شده و خدا به نظر میاد که میلیون‌ها و میلیاردها کیلومتر با شما فاصله داره، که البته اینطور نیست، اما با این همه شما اطاعت رو انتخاب میکنید. این یعنی ترس خداوند. آیا به دنبال تعالیم بیشتر از جان و لیزا بیور هستید؟ اگر کسی را میشناسید که به زبان دیگری غیر از انگلیسی صحبت میکند، او را به سایت cloudlibrary.org ببرید. زبان مورد نظرتان را انتخاب و از منابع مختلف در کتابخانه گسترده ما بهره ببرید. کتاب الکترونیکی، مجموعه تعلیمی، ویدیو، پیام‌های شنیداری. برای دریافت منابع تازه رجیستر کنید. برای اطلاعات بیشتر به سایت cloudlibrary.org بروید. اولین نشانه سوق یافتن به سمت نااطاعتی همیشه در قالب شکایت خودش رو بروز میده. فقط دارم دوباره این رو مثل جلسه گذشته تکرار کنم. شکایت کردن یه عامل کشنده است. حامل این به خداست که من کاری رو که داری در زندگی من انجام میدی نمیپسندم. من به طرز دیگه ای عمل کردم. ببینیم پولس در فیلیپیان 2:12-14 چی میگه. تعجب میکنی. پس ای عزیزان، همان گونه که همیشه مطیع بوده اید، حتی در قیابم نجات خود را ترسان و لرزان به عمل آورید، زیرا خداست که با عمل نیرومند خود هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خوشنودش می‌سازد در شما پدید می‌آورد. دقیقا در جمله بعدی میگه هر کاری را بدون قرقر و مجادله انجام بدید. پولسینو میدونه. میخوام با یه بیان دیگه اینو بگم. شکایت کردن مثل سرسره آبیه که تا حالا دیدین چقدر سریع سرسره آبی پایین میرین؟ شکرگزاری از خدا مثل بالا رفتن پله هاست. سرعت بالا رفتنتون خیلی زیاد نیست، اما شما بالا میرین. مارپیچ های سرسره آبی رو شما خیلی سریع رد میکنین. شکایت کردن مثل یک سرسره آبیه. شکرگزاری خدا مثل پلکانه. به راستی که شکرگزاری وقتی درهای آسمان باز میشن و اون نان میفرسته یا وقتی دریای سرخ شکافته میشه، کار آسونیه. ولی وقتی دشمن به پشت سرتون میرسه چی؟ آیا شکوه خواهین کرد؟ یا ستایش؟ آیا گله میکنین یا اطاعت؟ خدا نگفته برای هر چیزی شکرگزاری کنید. عده‌ای هستن که به اشتباه اینطور تعلیم میدن که خدا رو برای سرطان سینه شکر کنید، خدا رو شکر برای این بیماری. نه، وقتی که عیسی چنین بهای سنگینی برای رهایی شما بیماری پرداخته، شما نباید خدا رو برای اون شکر کنید. فرق بزرگی است بین در همه چیزی شکرگزاری کنید و برای همه چیز شکرگزاری کنید. کتاب مقدس نمیگه برای همه چیز شکرگزاری کنیم، بلکه میگه در همه چیز شکرگزاری کنید. یوسف شکرگزار باقی موند. او در ترس خدا ثابت موند. او هرگز گله نکرد. با منید؟ خدا با جدیت به ما هشدار میده که اجازه ندیم شکایت کردن در قلبامون ریشه بدونه. ما در برابر حملات شدید اون درمونده ناتوان به حال خودمون رها نشدیم. ترس خداوند نیروی در وجود ما که مانع از اندام کردن عامل کشنده شکایت در ما میشه. کتاب مقدس در امثال 14:27 میگه ترس از خداوند چشمه حیات است تا آدمی خیشتن را از دامهای مرگ دور بدارد. اول از همه دقت کنید که اون یه چشمه است، یه چشمه حیات، تا آدمی خیشتن را از دامهای مرگ دور بدارد. یوسف مدت بیش از 12 سال در یک بیابان روحانی زندگی کرد. در ظاهر هیچ چیز طبق انتظار پیش نمی رفت. هیچ چیزی نبود که مایه تقویت و تشویقش بشه. اما یه بنیادی وجود داره که یوسف قوتش را از اون می گرفت. این شالوده به اون قوت میداد تا در زمانهای دشوار و در تنگیها بتونه در اطاعت خدا بمونه. و اون ترس خداوند بود. آبهایی که او از چشمه ترس خداوند مینوشید به اون قوت میداد تا ادامهای نفرت، دشمنی، حسادت، رنجش، خشم و زنا بگریزه. کسانی که از خداوند میترسن مثل یوسف انسانهای حکیمی هستند. دانیال در دانیال 12:3 چنین میگه حکیمان که ترس خدا رو در دل دارن مثل روشنایی افلاک خواهند درخشید و آنانی
که بسیاری را به راه عدالت رهبری می‌کنند، مانند ستارگان خواهند بود تا ابدالآباد. یوسف آزمون نهایی را با موفقیت پشت سر گذاشت. اگر در اون لحظات انتهایی او از خدا نمی‌ترسید، نسبت به اون چه که در ظاهر بی‌وفایی خدا بود، لب به شکایت می‌گشود. تمام قوم به سبب یک مرد، یوسف که از خدا ترسید، از قحطی نجات پیدا کردند. حالا بیان برگردیم به سخنان پولس خطاب به فیلیپیان. پولس در آیه 12 میگه: پس ای عزیزان، همان گونه که همیشه مطیع بوده ای، نه تنها در حضور من، بلکه اکنون بسی بیشتر حتی در غیابم، نجات خود را ترسان و لرزان به عمل آورید، زیرا خداست که با عمل نیرومند خود هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خوشنودش میسازد در شما پدید میآورد. هر کاری را بدون غرغر و مجادله انجام دهید تا بی پیرایه و بی آلایش و فرزندان بی عیب خدا باشید در بین نسلی کجرو و منحرف که در میانشان همچون ستاره در این جهان می درخشید. You shine as lights in the world. چطور روشنایی نیمروز نور آن هر دم فزونی می گیرد. به این نفع که ما مثل ستارگان در این دنیای گم شده در حال هلاکت می درخشیم. من مطمئن هستم که اگه کلیسای آمریکا در ترس خداوند سلوک می کرد، چنان حسادی از جانها می دیدیم که نسل ما هرگز شاهدش نبوده. من کاملا اطمینان دارم. آخرین چیزی که در این مورد می خوام در مورد صحبت کنم اینه، می خوام با دو نکته تموم کنم. جالب توجهی که پولس در کولوسیان 1:28 چنین می نویسه: ما او را اعلام می نماییم در حالی که هر شخص را تنبیه می کنیم و هر کس را به هر حکمت تعلیم می دهیم تا هر کس را کامل در مسیح حاضر سازیم. پولس میگه تنها راه برای اینکه هر کس را کامل در مسیح حاضر سازیم فقط تعلیم نیست، بلکه تنبیه و هشدار هم باید باشه. ما در آمریکا باید یاد بگیریم که پذیرای تعدیب های خدا باشیم. بنا به دلایلی امروزه ما فقط در پی تشویق ها هستیم. ما فقط خوان تعلیمیم، نصیحت را دوست نداریم. منو ملامت نکنین، به من اختار ندین، نمیخوام چنین چیزی رو بشنوم. این بسیار غیر حکیمانه است. در مقام یه پسر تعلیم‌های پدرم خیلی چیزها در زندگی به من دادن، اما هشدارهای اون جون منو نجات دادن. من به دنبال توپم به وسط خیابون دویدم و در حال دویدن بودم، پدرم با صدای بلند فریاد کشید: جانی! خوشکم زد. شاید هم گریه کردم چون صداش خیلی خشن بود، ولی جونم رو نجات داد. با منید؟ عهد جدید به دفعات در مورد عده بسیاری که در ایام آخر از ایمان خواهند برگشت صحبت میکنه. پولس به تسالونیکیان میگه: ای برادران، درباره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و گرد آمدن ما نزد او استدعا داریم. مگذارید هیچ کس به هیچ طریقی شما را فریب دهد. زیرا تا نخست آن عصیان واقع نشود و آن مرد بیدین که فرزند هلاکت است به ظهور نرسد، آن روز فرا نخواهد رسید. دوم تسالونیکیان 2:1-3. من اینو از این بخش براتون خوندم. کتاب مقدس میگه در ایام آخر ارتداد بزرگی از ایمان رخ خواهد داد، پیش از ظهور آن فرزند هلاکت. معادل یونانی لغت اوسیان اپاستسیاس. فرهنگ استرانگ چنین تعریفش میکنه: رویگردانی از حقیقت، ترک و دوری جستن از آن. فرهنگ سایر چنین میگه: دوری جستن، رویگردانی، ارتداد. در لغتنامه چنین اومده: دست کشیدن از یک اعتقاد مذهبی. دقت کنید، ارتداد پیشگویی شده، همه بگن ارتداد. در ترجمه امپلیفای در دوم تسالونیکیان 2:3 میگه آن ارتداد عظیم پیشگویی شده. پولس در اول تیموتائوس 4:1 میگه: اما روح آشکارا میگوید که در زمانهای آخر برخی از ایمان رویگردان شده از ارواح گمراه کننده و تعالیم دیوها پیروی خواهند کرد. آیات بیشتری وجود دارن که میتونم نقل کنم، اما بایستی متوجه باشیم که در زمانهای آخر عده بسیاری از ایمان رویگردان میشن. ترس خداوند ما را از این هم محافظت میکنه. ترس خداوند طاهر است و پایدار تا به ابد. میتونی بگی آمین؟ خدا در میا 32:40 درباره ما مسیحیان عهد جدید صحبت میکنه و میگه: عهد جاودانی با ایشان خواهم بست که از احسان نمودن به ایشان بر نخواهم گشت و ترس خود را در دل ایشان خواهم نهاد تا از من دوری نورزند. لوسیفر از خدا دوری گزید. آدم و حوا دوری ورزیدند.
ولی خدا میگه اگه شما ترس خدا رو در دل داشته باشین از او دور نخواهید شد. داریم به خوبی به من گوش میدین؟ سلیمان عجب سرگذشتی. او از خدا میترسید. او تبدیل شد به حکیم‌ترین مرد سراسر زمین، اما بعد زندگیش رو به هدر داد. او با 700 زن ازدواج کرد. وای 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 وای. و 300 زن معشوقه هم داشت. من تو نمیخوام در مورد شیوه زندگیش فکر بکنم. ازدواج با اون تعداد زن تخطی مستقیم بود از فرمانی که در کتاب تثنیه خدا به موسی داده بود. خدا گفته بود اگه پادشاه با زنان بسیاری ازدواج بکنه، اونها دل او را از پیروی من مایل خواهند کرد. این دقیقا همون کاری بود که اون زنان کردند. سلیمان برای کموش، برای خدای بنی عمون و سایر خدایان اونها قربانی تقدیم میکرد. اونها حقیقتا دل او را از خدا برگردوندند. او ترس خدا را دست داد. بعد وارد دوران افسردگی میشه. و کتاب جامعه محصول اون دورانه. همه چیز بتالت است در پی باد زحمت کشیدن. او با این مطلب شروع میکنه که زندگی چقدر چیز باطلیه. در سراسر کتاب اون داره نشون میده که همه چیز در زندگی بتالته. آنچه بوده همان است که خواهد بود. تماما بتالت است. سخت کار میکنی، بعد به کسانی واگذار میکنی که قرار است آن را به هدر دهند. بتالت، بتالت. در سراسر کتاب جامعه او به همین ترتیب ادامه میده و ادامه میده. بعد میدونین چه اتفاقی میفته؟ درست در روزهای آخر عمرش درایت و خرد او دوباره برمیگرده. این چیزیه که در آخر آیه از آخرین باب کتاب جامعه عنوان میکنه. اون میگه من حکیم بودم چون از خدا میترسیدم، بعد من احمق شدم چون ترس خدا رو رها کردم. اون میگه پس ختم تمام امر را بشنویم، از خدا بترس و اوامر او را نگاه دار، چون که تمامی تکلیف انسان این است، زیرا خدا هر عمل را با هر کار مخفی، خواه نیکو و خواه بد باشد، به محاکمه خواهد آورد. اون داره میگه که اونچه که مانع روی گردانی ما از خدا میشه ترس خداونده، چون اگه شخص ترس خدا را داشته باشه فرامین او را اطاعت خواهد کرد. به همین دلیل پولس درست پیش از این که سرش را از تنش جدا کنند به تیموتائوس چنین می‌نویسه. فکرشو بکنین. شما دارین آخرین نامتون رو می‌نویسین و شما می‌دونین اون می‌دونست که این می‌تونه آخرین نامش خطاب به تیموتائوس باشه. در باب چه موضوعی در این نامه صحبت می‌کردین؟ شما میتونستین درباره موضوعات متعددی بگید. این پسر شماست، پسر حقیقی شما در ایمان. شما پسران دیگه هم دارین. شما تیتوس رو دارین و سایر ایمانداران رو مثل آکیلا و پریسکالا. اما تیموتائوس نزدیکترین فرزند من بود. تیموتائوس برای پولس مثل یوحنا بود برای مسیح. عیسی به یوحنا نگاه کرد و گفت اینک مادرت. تیموتائوس چنین شخصی برای پولس بود. پولس چه چیزی خطاب به این مرد جوان نوشت؟ او در آیه 16 میگه که تمامی کتب مقدس با الهام الهی نوشته شده و برای تعلیم سودمندند. این مثبته، درسته؟ برای تأدیب. این در واقع نمیتونه مثبت باشه، این منفیه. و الزام، اینم نمیتونه مثبت باشه، یه جورایی منفیه. و الزام به گناه جهت اصلاح اشتباهات، اینم در واقع مثبت نیست. تنبیه به منظور اطاعت کردن، خب اینم نمیتونه مثبت باشه. و برای تربیت در پارسایی، این مثبته. و برای در قدوسیت زیستن تا مرد خدا در فکر، هدف و رفتار از اراده خدا پیروی نموده و به کمال و به نحوی شایسته تماماً برای انجام هر کار نیکویی مجهز گردد. این در انتهای باب سوم اومده، اما این یه نامه طولانیه. بعد میگه تو را مکلف میسازم. این جمله بسیار نیرومنده. تکلیف یه دستوره، یه حکم بسیار قاطع، بسیار بسیار قاطع. در برابر خدا و مسیح که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد و به نظر به ظهور او و پادشاهیش تو را مکلف می سازم. مکلف می سازم که کلام را موعظه کنی. او نمیگه کتاب‌های دنیوی، روش‌های مدیریت، فن رهبری رو موعظه کن. او نمیگه برو مهارت‌های زندگی رو موعظه کن. میگه کلام رو موعظه کنی. چرا؟ چون تمام کتب مقدس الهام خداست. چرا او با چنین تأکید و شدتی میگه کلام رو موعظه کن؟
ادامه بدین خودتون متوجه میشین. همواره حاضر و آماده باشید. گوش به زنگ و در دسترس باشید. خواه فرصت به ظاهر مساعد باشد و خواه نباشد. خواه شرایط مناسب باشه خواه نباشه. خواه ازتون استقبال کنن خواه نکنن. و ملزم سازی. به معنای بر گناه متقاعد کردن این در واقع مثبت نیست. توبیخ نمایی این هم مثبت نیست. تأدیب نمایی این هم مثبت نیست. هشدار بدی این هم مثبت نیست. در صبر به تشویق و ترغیبشان بپردازی اینها مثبتن. با صبری خستگی ناپذیر و پایدار. آیا دقت کردین که تعداد سفارش هایی که جنبه منفی دارن دو برابر نکات مثبته؟ منظورم این نیست که دو سوم محتوای موعظات ما باید حاوی نکات اصلاح کننده باشن، بلکه میخوام بگم که به نظرم ما در آمریکا کمی از توازن خارج شدیم. چرا گناهکاران میتونن در جلسات ما بشینن و در اصل هیچ الزامی هم احساس نکنن؟ چرا یه زوج میتونن بدون ازدواج با هم زندگی کنن هیچ احساس الزامی نداشته باشن؟ چرا؟ چون کلام خدا موعظه نمیشه. ما داریم به مردم مهارت های زندگی تعلیم میدیم. ما داریم درباره فن رهبری صحبت میکنیم. داریم افراد رو روش میدیم و این خیلی خوبه، این ضروریه. اشتباه متوجه نشین، ما به این مقولات نیاز داریم چون کلام خدا. من ایمان دارم که بزرگترین کتاب راهنمای رهبری در تمام کره زمینه. مثلا کسایی که در دنیا این رو تصدیق میکنن، ما باید به قوم خدا تعلیم بدیم که اونها باید رهبران باشن، چون ما دعوت شدیم تا سر باشیم نه دم، بالای هر چیز نه در زیر. بناست که ما نور جهان باشیم. قراره که ما در تمام عرصه‌های زندگی پیشروان باشیم. من عاشق رهبری ام، من عاشق تعلیم فن رهبری ام. من تعلیم به رهبران رو خیلی دوست دارم. هر موقعی که برای تدریس به گروهی رهبران دعوتی دریافت میکنم سرحال میام و خوشحال میشم، چون این مقوله رو خیلی دوست دارم. با وجود این، در نتیجه شریعت‌گرایی که در طی سالهای دههای 50، 60، 70، 80 حاکم بوده، ما چنان ترسیدیم که به روز این ضرب المثل افتادیم که میگه گربه‌ای که باب داغ سوخته از آب خنکی که مطبوع دلپذیرم میترسه. به بیان دیگه، اگه آب جوش روی گربه بریزین، این ضرب المثل قدیمی میگه که حتی اگه آب سرد روی گربه بریزین خواهد ترسید. آب خنکی که میتونه برای اون گربه دلچسب و نشاط‌آور باشه ازش میترسه. اون چه که اتفاق افتاده اینه که ما از اون طرف بوم افتادیم، اونقدر شریعت گرایی فاصله گرفتیم که از خدا هم دور شدیم. من از شریعت گرایی متنفرم، خدا هم متنفره. من از شریعت گرایی دفاع نمی کنم، اما دارم میگم آیا ممکن نیست ما مردان و زنان مکلف موعظه کلام خدا بشیم؟ وقتی ما کلام رو موعظه می کنیم، اون ملزم خواهد کرد، ملامت خواهد کرد، هشدار خواهد داد، اصلاح خواهد کرد و بنا و تشویق خواهد کرد. هنوز با منید؟ و با صبری خستگی ناپذیر و پایدار به تشویق و ترغیبشان بپرداز. چرا پولس تیموتائوس را به موعظه کلام خدا مکلف میکنه؟ چون در آیه 3 میگه زیرا زمانی خواهد آمد که مردم به تعلیم صحیح گوش فرا نخواهند داد. در اصل اینجا لغت آموزه اومده. آموزه های الهیاتی مایه استواری کلیساست. بلکه بنا به میل خیش معلمان بسیار گرد خود خواهند آورد تا آنچه را که در گوشهایشان طالب شنیدن آن هستند از آنان بشنوند و از گوش فرا دادن به حقیقت روی گردان شده. و وقتی ما از کلام خدا به لرزه بیافتیم چنین کاری نخواهیم کرد. میتونی بگی آمین؟ دومین چیزی که میخوام بگم اینه، بزرگترین مزیت ترس خدا، و من میخوام که شما حتما این قسمت رو از کتاب مطالعه کنین چون تمام فصل آخر رو به این مبحث اختصاص دادم، برای خود من این هیجان انگیزترین وجه ترس خداونده. اما متاسفانه فرصت پرداختن به این مبحث رو ندارم، چون احساس کردم که روح القدس میخواد در این برنامه‌های آموزشی به مقولات دیگه بپردازم. پس خواهش میکنم حتما فصل آخر کتاب رو بخونید. و اون این حقیقته که خداوند رابطه دوستی خودش رو با کسانی که از او میترسند محفوظ نگاه داشته و او اسرار عهد خود را به چنین اشخاصی عیان میکنه. مزمور 25:14 میگه محرم اسرار خداوند ترسندگان اویند، او عهد خیش را بدیشان مینماید. اگه شما ترجمه نیو لیوینگ را بخونین، ریک رینر به من گفته که این ترجمه از صحیح ترین ترجمه هاست و ریک به یه متخصص میگه رابطه دوستانه با خداوند برای آنانی اندوخته شده که از او میترسند، او اسرار عهدش را با ایشان در میان می‌گذارد. وقتی ابراهیم را در نظر می‌گیریم، اون واقعا دوست خدا بود. ابراهیم از اون چه خدا قرار بود در صدوم و عموره اتفاق بیفته با خبرش کرده بود. لوط با خبر نبود.
لوط مرد پارسایی بود، اما به هیچ وجه در جریان نبود که خدا قرار چیکار کنه. ابراهیم پیش از اون که خدا کاری رو انجام بده از اون مطلع بود و در تصمیم گیری درباره نحوه انجام اون به او کمک کرد. موسی هم پیش از اون که خدا کاری رو انجام بده از اون مطلع بود و در تصمیم گیری درباره نحوه انجام اون کار به او کمک کرد. فرزندان اسرائیل خدا رو فقط از پاسخهایی که به دعاشون میداد میشناختن. عیسی گفت دوستان من شمایید اگر آنچه به شما حکم میکنم انجام دهید. او نمیگه دوستان من شمایید همین و بس، دوستان من شمایید اگر آنچه به شما حکم میکنم انجام دهید. دوباره میبینیم ترس خداوند و لرزیدن از کلامش. من با تمام وجودم ایمان دارم که این نسل حاضر بزرگترین نسلیه که تو الان بر روی زمین زندگی کرده. به نظر من اگه همین الان یک عکس از نمای کلی این نسل بگیریم به چنین برداشتی نمیرسیم، اما من ایمان دارم که یک بیداری در راهه. کتاب مقدس میگه که داوری از خانه خدا آغاز خواهد شد. این به این معنا نیست که خدا قرار ما رو محکوم کنه. پس یعنی چی؟ یعنی خدا قرار ما رو داوری کنه تا ما رو دوباره احیا کنه. من ایمان دارم که این نسل، نمیدونم قرار چه اتفاقی بیفته، نمیدونم چه چیز این روند رو تسریع میکنه، اما ایمان دارم که این نسل همون نسل بی‌نظیر خواهد بود که انبیا دربارش نوشتن، نسلی که پتروس رسول دربارش نبوت کرده، نسلی که پسران و دختران و غلامان و کنیزانش کلام خدا رو نبوت میکنن، امت‌ها وارد پادشاهی خدا میشن و نشانه‌های جلال او چنان نیرومنده که کتاب اعمال اونها رو به جزئیات ثبت کرده. من ایمان دارم که ما همون نسل هستیم. باشه که خدا به ما کمک کنه تا دوباره به ترس خداوند رجوع کنیم، تا بتونیم تقدیری رو که برامون در نظر گرفته شده محقق کنیم. چون اگه چنین نکنیم خدا خواهد گفت بسیار خوب، من منتظر نسل آتی خواهم بود، اما او نسلی برای خود خواهد داشت که به او ایمان خواهند داشت، چون گفته لیکن به حیات خود قسم که تمامی زمین از جلال یهوه پر خواهد شد. طریقی که زمین از جلال او پر خواهد شد وقتی که او افرادی رو پیدا میکنه که به او ایمان داشته باشن، از کلامش بترسن، از کلامش به لرزه بیافتن و اطاعت کنن. امیدوارم در نتیجه اومدن به این جلسات، نشستن و گوش دادن به درس ها و تأمل بر کلامی که در این جلسات بازگوش شد، زندگی های شما تقویت پیدا کنه تا اینکه او را در جلالش ببینیم و به او جلال بدیم. دعا می کنم تا در این ایام آخر شما نیروی پارسایی و پرقوتی باشید که در محدوده‌ای که خدا شما رو در اون قرار داده برای او بدرخشید. شما رو خیلی دوست دارم و خدا برکتتون بده. امیدی که از شما میگن جان من ترس خداوند رو در زندگی میخوام که دستشون رو بالا ببرن. اگه دارین برنامه آموزشی رو نگاه میکنین، میخوام شما هم دستتون رو بلند کنین. حالا میخوام سرپا بایستید و هر دو دستتون رو بالا ببرید. پدر در نام عیسی، ما رو با روح القدس، روح ترس خداوند تعمید بده. ما رو ببخش خداوندا، منو ببخش خداوندا، منو ببخش برای برخورد سطحی که با کلامت داشتم. منو ببخش که مثل طلا و گنج پنهان درون به کاوش نپرداختم. منو ببخش که از حضور تو به لرزه نیفتادم. من از نداشتن ترس الهی تو توبه میکنم و فریادم رو امروز به نزدت بلند میکنم. نه تنها می طلبم که با محبت خدا منو تعمید بدی، بلکه منو با روح ترس خداوند، با روح القدس تعمید بده. تمنای من در ترس خداونده، در نام عیسی. آمین. حالا او را ستایش کنین. Hallelujah. به من گوش کنید. اگه با همه قلبتون اون دعا رو کردید، ایمان دارم اون چه که با من در سال 1994 در اون محوطه ساخت و ساز اتفاق افتاد، بعد از اینکه توسط اون شبان تأدیب شدم، ایمان دارم که شما حتی سفر بهتری رو از من آغاز می‌کنید. چون من به فراوانی از اون چه که خدا مشروف کرده در اختیارتون گذاشتم، اما شما الان حتی به بلندی‌های مرتفع‌تر و بلندی‌های عالی‌تری خواهید رسید. اگه حقیقتاً با تمام وجودتون در حضور خدا فریاد زدین، پس ما با هم همراه خواهیم بود. من شما رو خیلی دوست دارم. من تشنگی و اشتیاقتون نسبت به کلام خدا سپاسگزارم. مایه افتخارم بود که در نام عیسی شما را خدمت کردم. آمین.